به نام خداوند یکتا سلام، به خبر شش از طلوع و طلوع نیوز خوش آمدید. امروز پنج شنبه 18 ماه هوت سال 1401 خورشیدی است. در اول سرخط خبرها، جان باختن والی بلخ و دو تن دیگر در انفجار امروز در بلخ. این رویداد هنگام رخ داد که حمله کننده مواد انفجاریش را در نزدیکی دفتر والی در شهر مزار شریف منفجر ساخت. بدبختانه د دغې چاودنې په ترڅ کې د بلخ ولایت والی مولوي محمد داود مزمل سره له دو ملکیانو په شهادت ورسېدی، او همدارنګه څلور تنه نور چې په دې کې درې تنه نظامیان دي او هم یو تن ملکي ده ټپیان دي. هشدار سازمان ملل از کاهش کمک های بشری به افغانستان. رئیس یونما میگوید اگر به بانوان اجازه کار داده نشود کمک های بشری کاهش خواهد یافت. اگر زنان اجازه کار نداشته باشند بودجه برای افغانستان احتمالاً کاهش خواهد یافت. به گونه مثال سازمان های غیر دولتی که از سوی زنان اداره می شود مجبور به توقف فعالیت شدند. خواسته شورای امنیت برای تأمین حقوق بانوان در افغانستان. نماینده امریکا در سازمان ملل می گوید محدودیت های پسین طالبان بر بانوان یک پاسخ نیرومند از سوی همسایه های افغانستان و جامعه جهانی می خواهد. ما نمی توانیم خاموش بنشینیم و ببینیم که طالبان زنان را از زندگی اجتماعی حذف می کنند. ایالات متحده از طالبان می خواهد که یک روند معتبر برای پشتیبانی از حکومت نمایندهشان ایجاد کنند. واگذاری 20,000 تن مواد نفتی خام به یک شرکت خصوصی. وزارت معادن می گوید این شرکت یک تن مواد نفتی خام را در بدل $540 به دست آورده. و کشته شدن 3 فلسطینی از سوی نیروهای اسرائیلی. وقت شما بخیر، من شمس امانی هستم. در انفجار امروز در بلخ داود مزمل والی این ولایت جان باخت. این رویداد صبح امروز هنگام رخ داد که حمله کننده مواد انفجاریش را در نزدیکی دفتر والی در شهر مزار شریف منفجر ساخت. سخنگوی فرماندهی امنی بلخ به طلوع نیوز میگوید که در این رویداد دو تن دیگر نیز جان باختند و 4 تن دیگر زخم برداشتند. عزیز الرحمن ابرام از بلخ جزئیات میدهد. حوالی ساعت 9:30 صبح امروز مقام ولایت بلخ گواه یک انفجار مرگبار بود. سخنگوی فرماندهی امنیه بلخ میگوید که حمله کننده مواد انفجاری که با خود داشت در نزدیک والی بلخ انفجار داد که در نتیجه آن محمد داوود مزمل والی بلخ و دو تن دیگر جان باختند و 4 تن دیگر به شمول 3 نظامی زخم برداشتند. نن سهار شاوخوا 9 بجې یو تن چې چاودیدونکي توکي پر ځان پورې تړلی و د بلخ په والی الحاج مولوي محمد داود مزمل باندې چاودن رامنځته کړه، چې بدبختانه د دغې چاودنې په ترڅ کې د بلخ ولایت والی مولوي محمد داود مزمل سره له دو ملکیانو په شهادت ورسېدی، او همدارنګه 4 تنه نور چې په دې کې 3 تنه نظامیان دي او هم یو تن ملکي ده ټپیان دي. گواهان رویداد میگویند که این رویداد هنگام رخ داد که مهاجم خودش را در داخل دفتر والی بلخ رساند و مواد همراهش را منفجر ساخت. یک نفهمیدیم دیگه چی شد، چی لوگی بوگی با بوده قاتل. یو دو دنی از ازربایجان رقل دروازه او تخلاص کرد، اگر ننو تو دروازه را خلب کرد. را خلب کرد نماده سی قدم واه کتا دی سی قدمی واه سی قدم کز لالم داغا توف نلو کز تیرسوم چی یو درز وال پا داغا رایت کی داغا رایت خلکو کی. وقتی امنیتی مسئولون با دیکی بدیر توجیه سی که نوی کال نزده دی روزی میاش نزده دی وقتی امنیتی دولتون در منطقه و ساعه و دخپل و کنترول دلاندینونی سی. داوود مزمل از مقامهای امارت اسلامی بود که پیش از این در بخشهای گوناگون حکومتی ایفای وظیفه کرده بود. داوود مزمل پس از حاکمیت دوباره امارت اسلامی در افغانستان همچون والی ننگرهار و معاون وزارت امور داخله نیز کار کرده بود. او 5 ماه پیش در فرمان از سوی رهبر امارت اسلامی همچون والی بلخ گماشته شده بود. تا اکنون مسئولیت این حمله را هیچ گروه بر عهده نگرفته است.
رئیس یونما هشدار می‌دهد که اگر به بانوان در افغانستان اجازه کار داده نشود، کمک‌های بشری به کشور کاهش خواهند یافت. روزا اوتونبایوا در سخنانش در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌افزاید که در سال روان میلادی بیش از 4 میلیارد و 600 میلیون دلار به افغانستان درخواست شده و اگر مسئله بانوان همین گونه ادامه یابد، این کمک‌ها به خطر خواهند افتاد. از سوی هم وزارت اقتصاد رسانیدن کمک‌های بشری را به افغانستان مسئولیت جامعه جهانی می‌داند و می‌افزاید که قطع این کمک‌ها پیامدهای بدی را به دنبال خواهند داشت. فرشاد داریوش جزئیات می‌دهد. رئیس یونما در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد هشدار می‌دهد که اگر حکومت سرپرست در افغانستان به بانوان اجازه کار ندهد، بودجه برای افغانستان و کمک‌های نقدی ایالات متحده آمریکا به این کشور کاهش خواهند یافت. اگر زنان اجازه کار نداشته باشند، بودجه برای افغانستان احتمالاً کاهش خواهد یافت. به گونه مثال، سازمان‌های غیر دولتی که از سوی زنان اداره می‌شود، مجبور به توقف فعالیت شدند. اگر کمک‌ها کاهش یابند، بسته‌های نقدی دلاری ایالات متحده که برای پشتیبانی مردم افغانستان لازم است، نیز کاهش خواهند یافت. رضا اوتونبایوا در این نشست میگوید که سازمان ملل متحد در سال 2023 میلادی از جهان 4.6 میلیارد دلار کمک به افغانستان درخواست کرده است. دو سوم جمعیت یا 28 میلیون تن در افغانستان امسال به کمک‌های بشردوستانه برای زنده ماندن نیاز خواهند داشت و این کمک‌ها 4.6 میلیارد دلار هزینه خواهد برد. خواست مردم افغانستان از مقامات سازمان ملل است که کمک‌های بشردوستانه را با مسائل سیاسی دخیل نسازند و یا از کمک‌های بشردوستانه استفاده سیاسی صورت نگیرد. اما وزارت اقتصاد کمک به مردم افغانستان را مسئولیت جامعه جهانی می‌داند. معین این وزارت می‌گوید که قطع کمک‌ها به افغانستان اثر بد را به دنبال خواهد داشت. تلاش امارت اسلامی هم است که از طریق دیپلماسی فعال کمک های بشردوستانه به افغانستان تداوم پیدا بکند و نه تنها کمک های بشردوستانه که کمک های انکشافی و توسعی هم به منظور اعمار زیربناها باید به افغانستان همچنان تداوم پیدا بکند. پیش از این اتحادیه اروپا کاهش کمک های مالی و بشردوستانه را به افغانستان به زیان مردم افغانستان گفته است. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته است که به علت سیاست‌های امارت اسلامی کمک‌های بشری جهان به افغانستان نباید کاهش یابند. نماینده ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد میگوید که محدودیت‌های پسین طالبان بر بانوان در افغانستان یک پاسخ نیرومند از سوی همسایه‌های افغانستان و جامعه جهانی می‌خواهد. نماینده امارات متحده عربی در نشست شورای امنیت سازمان ملل تاکید می‌کند که تصمیم‌های پسین طالبان افغانستان را بیشتر منزوی خواهد کرد. همزمان با این، نماینده روسیه در سازمان ملل ایجاد یک صلح پایدار را در افغانستان به تعامل صبورانه با مقام‌های حکومت سرپرست ناممکن میداند. اما رئیس دفتر سیاسی امارت اسلامی در قطر اطمینان می‌دهد که امارت اسلامی حقوق زنان و دختران را بر بنیاد شریعت اسلامی تأمین خواهد کرد. فرشاد داریوش. اوضاع زنان و دختران افغانستان محور اصلی نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد است. نماینده ایالات متحده آمریکا در این نشست از اوضاع کنونی زنان و دختران در افغانستان انتقاد می‌کند و می‌گوید که واشنگتن در این باره خاموش نخواهد ماند. محدودیت های گسترده طالبان یک پاسخ قوی از سوی همسایه های افغانستان و جامعه جهانی می خواهد. ما نمی توانیم خاموش بنشینیم و ببینیم که طالبان زنان را از زندگی اجتماعی حذف می کنند. ایالات متحده از طالبان می خواهد که یک روند معتبر برای پشتیبانی از حکومت نمایندهشان ایجاد کنند و به گونه کامل نشان دهند که دولت افغانستان نماینده کامل، برابر و معنادار زنان و جامعه اقلیت ها است. این تصمیم ها هیچ ربطی به اسلام فرهنگ افغانستان ندارد و خطر انزوای جهانی این کشور را بیشتر می سازد. ما به این باور هستیم که شورای امنیت باید یک بازنگری و بازبینی راهبردی را در برای تعامل بین المللی در افغانستان آغاز کند. نماینده روسیه در این نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد می گوید که ایجاد یک صلح پایدار در افغانستان به تعامل صبورانه با مقامهای حکومت سرپرست ناممکن است.
ایجاد یک صلح پایدار در افغانستان، بی‌تعامل صبورانه و عملگرایانه در حوزه‌های گسترده با مقام‌های تازه این کشور ناممکن است و مسائل مربوط به فراگیری سیاسی، مبارزه با هراس افغانی، مواد مخدر، حقوق بشر، از جمله حقوق زنان و دختران را به خطر می‌اندازد. تعامل نباید مانع حقوق اجتماعی، اقتصادی و سیاسی افغان‌های مترقی و نیروهای دموکراتیک در داخل و خارج افغانستان شود. همزمان با این، نمایندگان هند و پاکستان در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد تعامل با امارت اسلامی را بهترین را برای رسیدن به اهداف جامعه جهانی می دانند. پاکستان به این باور است که ادامه تعامل با حکومت موقت افغانستان بهترین راه برای رسیدن به اهداف جامعه جهانی برای حفظ حقوق بشر مخصوصا حقوق زنان، ایجاد حکومت فراگیر و پایان به هراس افغانی در داخل و خارج از افغانستان خواهد بود. می خواهم بار دیگر تاکید کنم که تامین صلح در افغانستان اولویت ما خواهد بود و هند برای پشتیبانی از مردم افغانستان ادامه خواهد داد. صلح و ثبات در افغانستان ضروری و حیاتی است و نیاز است که همه به گونه مشترک برای ایجاد آن تلاش کنیم. اما سهل شاهین رئیس دفتر سیاسی امارت اسلامی میگوید که امارت اسلامی بر بنیاد شریعت اسلامی حقوق بانوان را تامین میکند. ما به تعهد خیش که هیچ کسی را اجازه نمیدهیم که خاک افغانستان را علیه کشور دیگر استعمال کند پابندیم. و همچنان می خواهیم که همه خواسته های مشروع مردم خیش را چی زن و مرد در روشنی اصول و ارزش های اسلامی حل نماییم. پس از نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد، کشورهای آلبانیا، برزیل، اکوادور، فرانسه، گابون، ژاپن، مالتا، سوئیس، امارات متحده عربی و بریتانیا از کابل می خواهند که بیدرنگ تمامی تصمیم های سرکوبگرانه را در برابر زنان و دختران پس بگیرد. وزارت خارجه ایران میگوید که کشورش خواهان حکومت همشمول در افغانستان است. حسین امیر عبداللهیان در یک نشست خبری با همتای ترکیه اش تاکید میکند که اکنون حکومت سرپرست در افغانستان را به رسمیت نمیشناسد اما به کمک های خود به افغانستان ادامه میدهد. روز 18 ماه هود برابر است با 9 سال روز در گذشت مارشال محمد قاسم فهیم. آقای فهیم پس از برگزاری نشست بن و ایجاد اداره موقت معاون اول رئیس اداره موقت و وزیر دفاع ملی گماشته شد. عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی در حکومت پیشین در توییت گفته که مارشال محمد قاسم فهیم به آزادی های سیاسی و اجتماعی باورمند بود. اسما سائن بیشتر میگوید. مارشال محمد قاسم فهیم در سال 1336 هجری خورشیدی در روستای عمرز ولایت پنجشیر چشم به جهان گشود. او آموزش های نخستین را در زادگاهش فرا گرفت و در سال 1349 هجری خورشیدی برای ادامه تحصیلات عالی شامل مدرسه دارالعلوم عربی کابل شد. از گناه های یکی دیگه بگذاریم و همه را به چشم با دید محبت ببینیم. دید محبت یک دید دیگر است. محمد قاسم فهیم پس از لویجرگه استراری معاون نخست ریاست جمهوری و وزیر دفاع ملی کشور در نظام وقت گماشته شد. مارشال محمد قاسم فهیم یکی از مجاهدین و قماندانان دوران جهاد بود که تجارب جنگ های چریکی در دوران جهاد داشت و از شجاعت و متانت و مدیریت خوبی برخوردار بود. دکتر عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی در حکومت پیشین در تویترش نوشته است که مارشال محمد قاسم فهیم از لحاظ فکری و سیاسی شخصیت میانه رو بود. سرانجام او به روز 18 ماه هوت سال 1392 هجری خورشیدی در اثر سکته قلبی به عمر 56 سالگی در کابل درگذشت. سفارت افغانستان در ایتالیا از انتقال جسدهای شهروندان کشور به کابل خبر می‌دهد. این سفارت در خبرنامه می‌گوید که 48 جسد از جان باختگان در آب‌های ایتالیا شهروندان افغانستان شناسایی شده‌اند. از سوی هم شماری از باشندگان کابل فقر و بیکاری را از علت‌های بنیادی مهاجرت‌ها می‌دانند. گزارش از میترا مجیدی.
سفارت افغانستان در ایتالیا از شناسایی 48 جسد جان باختگان شهروندان کشور در آبهای ایتالیا خبر می‌دهد. این سفارت در خبرنامه می‌گوید که این جسدها به کابل انتقال داده خواهد شد، اما در توییت این سفارت درباره زمان انتقال این جسدها اطلاع داده نشده است. دین قانون و کډوالو د مخنیوي لپاره باید په افغانستان کې د آرام ژوند زمینه برابر شي او همدارنګه د قانوني سفرونو شرایط باید زیات شي. یکی از نجات یافتگان این رویداد میگوید که از میان 182 سرنشین این کشتی 53 تن نجات یافتند و در میان غرق شدگان زنان و کودکان نیز هستند. موږ چې د ترکیې نه راووتو نو زموږ تقریبا دا 15 شپه وه. په 15 شپه باندې چې کوم دی نو کپتن لانچ ولګولو د ځمکې سره ولګېدو او دغه شو دا مات شو. نو اوبه چې کوم دی کشتۍ ته مکمل راوختې موږ لاندې وو، لاندې تقریبا چې سل کسانو لاندې کینولي وو او په دې کې دوه درې منټه تېر نه وو چې اوبه راوختې سر ته. په دې کې چې کم کسان ځان همت کړی ابر را رسولي وو، نور چې کوم دی په دغې جاخه کې کېر شوي دي. از سوی هم شماری از باشندگان کابل فقر و بیکاری را از علتهای مهاجرتهای جوانان به بیرون از کشور میدانند. جوانهای ما هم که از این افغانستان میره چون فقر است، تنگدستی است، بیکاری است. خود ما من لسانس هستم، کار نمیافم، مشکلات بسیار زیاد است. جوانان ما غیر قانونی که میرن برای کشته میشن و غرق میشه در دریا، اینا فوت میکنن میمورن. بر بنیاد اطلاعات سفارت افغانستان در ایتالیا، کشتی پناهجویان که در آبهای ایتالیا غرق شد 180 سرنشین داشت و شهروندان افغانستان، پاکستان و ایران بودند. یک بار دیگر خوش آمدید. سرپرست وزارت معادن و پترولیم میگوید که 20,000 تن مواد نفتی خام از بلاک قشقری حوزه آمودریا از طریق داوطلبی به یک شرکت خصوصی سپرده شده. این مقام کابینه حکومت سرپرست میگوید که این شرکت 1 تن مواد نفتی خام را در بدل $540 به دست آورده. با این حال برخی از کارشناسان مسائل اقتصادی استخراج مواد نفتی و پالایش آن را در کشور در جهت توسعه اقتصادی و فراهم شدن زمینه کار به مردم یک گام سودمند میدانند. گزارشی از عبیب الرحمن قویاش. سرپرست وزارت معادن و پترولیم در گفتگو با تلو نیوز میگوید که این وزارت 20,000 تن نفت خام را به یک شرکت خصوصی واگذار کرده است. په دې درې شرکتو کې یو شرکت تن په $540 باندې برنده سو او $2,000 تضمین کې هو د اوس نو انتقال شروع کیږي. او دې انګوت 7,000 تن بود او نرخ چون که نرخ ارزان داد ما برای موافقت حواله نشده. آقای دلاور می افزاید که شرکت ملی نفت چین که پیمان استخراج نفت از حوزه آمودریا را در اختیار دارد در سال جاری $162 میلیون را در زمینه استخراج نفت خام سرمایه گذاری خواهد کرد. تقریبا 80 میلیون است از یک رقم این صرف دایی است که در ده چاهای نو را ما استخراج میکنیم و این چی میشوه با مصرف به چاها میشوه و این بسیار اما عواید اینچی حکومت انشاءالله اضافه می شود. شماری از کارشناسان واگذاری 20,000 تن نفت خام را به بخش خصوصی در توسعه اقتصاد کشور سودمند می دانند. چای نفتی استخراج می شه و داخل خود کشور پروسس و تولید می شه. بدون شک که در پلیزی که می تانه زمین کار را به مردم ایجاد بکنه سالانه می تانه که به میلیون ها دلار که بابت واردات مواد نفتی به بیرون از کشور می رفت از جلوگیری بکنه. بر بنیاد اطلاعات وزارت معادن و پترولیم حوزه نفتی آمودریا ظرفیت استخراج مواد نفتی به ارزش میلیاردها دلار را دارد و این وزارت تلاش دارد تا یک پالایشگاه معیاری را در کشور بسازد. بهای ارزها یک دلار آمریکایی 88 افغانی و 10 پول، یک یورو 93 افغانی و 20 پول، یک درهم امارات 23 افغانی و 90 پول، 1000 کلدار هندی 1040 افغانی، 1000 تومان ایرانی 1 افغانی و 70 پول و 1000 کلدار پاکستانی هم 298 افغانی. همینجا رسیدیم به پایان خبر شش. از همراهی شما سپاسگزارم. وقت بخیر.